درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. بررسی اعتبارنامه نماینده منتخب گچساران و باشت به فریاد و درگیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشید. ثبت نام نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران آغاز شد. اسرائیل تمام مرز غزه با مصر را تصرف کرد. 4 پاکستانی با شلیک نیروهای ایرانی در خاک پاکستان کشته شدند. آمریکا، فرانسه و استرالیا در مراسم یادبود رئیسی در سازمان ملل شرکت نکردند. یک زندانی قزلحصار کرج بعد از انتشار ویدیوی اعتراض به شرایط زندان به سلول انفرادی منتقل شد. آیدا شاکرمی با اتهام تشویق به فساد و فحشا دادگاهی می شود. 17 کولبر در 70 روز گذشته کشته شدند. و وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات ایلان ماسک را به عنوان مشاور خود در امور سیاست‌گذاری منصوب کند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. امروز پنجشنبه 30 ماه می 2024 میلادی برابر است با 10 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده منتخب گچساران و باشت به فریاد و درگیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشید. بنا به گزارش‌ها جمعی از نمایندگان اصرار داشتند که اعتبارنامه منتخبان از جمله غلامرضا تاجگردون در صحن مجلس هم به رأی گذاشته شود، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعتراض را وارد ندانست و گفت که اعتبارنامه‌ها در شعبه‌های مربوطه تایید شده است. روز گذشته مالک شریعتی و چند نماینده دیگر که به تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض داشتند، اعتراض خود را در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس بیان کردند. همین نمایندگان امروز در جایگاه هیئت رئیسه مجلس حضور یافتند و با اعتراض سعی کردند که مانند دوره قبلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه تاجگردون را باطل کنند و مانع حضور او در مجلس شوند. در نهایت اعتراض مخالفان حضور غلامرضا تاجگردون در مجلس به جایی نرسید و اعتبارنامه او و سایر 289 نماینده دیگر مجلس تایید شد و به این ترتیب فعالیت نمایندگان مجلس 12 رسمیت یافت، در حالی است که مجلس اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را در دوره 11 به دلیل اتهامات مالی در مجلس رد کرده بود. ثبت نام متقاضیان برای نامزدی در 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه آغاز شد و این روند تا 14 خرداد ماه در وزارت کشور ادامه خواهد داشت. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در سانحه سقوط هلیکوپتر در آذربایجان شرقی قرار است که انتخابات زود هنگام برای تعیین جانشین او 8 تیر ماه امسال برگزار شود. ثبت نام نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از 8 صبح روز پنجشنبه آغاز شد و به مدت 5 ادامه خواهد داشت. بعد از اتمام این فرصت 5 شورای نگهبان از 15 خرداد ماه به مدت 7 صلاحیت آنها را بررسی می کند و در نهایت اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را در روز 22 خرداد ماه به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات 15 فرصت تبلیغات دارند. طبق قانون انتخابات، در صورتی که هیچ یک از نامزدها حائز اکثریت آرا نشوند، روز 15 تیر ماه مرحله دوم انتخابات برگزار می شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، آنها را بخشی از جبهه مقاومت خواند و حمایت آنها از فلسطین را حادثه‌ای مهم و اثرگذار دانست و گفت سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیا است. در این نامه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به این دانشجویان نوشت: شما در زیر فشار بی‌رحمانه دولتتان مبارزه‌ای شرافتمند
هوشمندانه را آغاز کردید. علی خامنه ای پیشتر هم 12 اردیبهشت ماه سال 1403 در سخنانی در استقبال از این اعتراضات گفته بود دانشجویان دانشگاه های آمریکا نه تخریب کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، نه جایی را آتش زدند، نه شیشه ای را شکستند. اینجور دارد باهاشان رفتار می شود. این در حالی است که هیچ کدام از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات دانشجویی در ایالات متحده بیشتر از 24 ساعت در بازداشت نماند، شکنجه نشد و یا در جریان این اعتراضات کشته نشد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل یک منطقه حائل در مرز میان نوار غزه و مصر را در دست گرفتند. رخدادی که به معنای کنترل اسرائیل بر تمامی مرزهای زمینی فلسطین است. اسرائیل همچنین در این روز حملات مرگبار خود به شهر رفح واقع در جنوب غزه را علی‌رغم حکم صادر از دیوان بین‌المللی دادگستری برای پایان دادن به حملات به این شهر که حدود نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری نوار غزه را در خود پناه داده بود ادامه داد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در یک گزارش تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی کنترل عملیاتی بر کوریدور فیلادلفی را به دست آوردند. فیلادلفی نام رمزی است که ارتش اسرائیل بر کوریدور 14 کیلومتری امتداد مرز غزه با مصر گذاشته است. هاگاری اعلام کرد که کوریدور فیلادلفی در حکم اکسیژن برای حماس است که به طور مرتب از آن برای قاچاق سلاح به نوار غزه استفاده می کند. فرمانده ارشد ارتش اوکراین امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه از افزایش نیروهای روسیه در نزدیکی بخش شمالی منطقه خارکیف خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال الکساندر سورسکی نوشت که روسیه در حال افزایش قوای خود در این منطقه از شرق اوکراین است، اما تعداد نیروها در حدی نیست که بتوانند دست به حمله بزرگ بزنند. روسیه طی روزهای گذشته حملات به خارکیف، دومی شهر بزرگ اوکراین و همچنین منطقه دونسک را به شدت افزایش داده است. مقامات روسیه میگویند که ارتش این کشور در تلاش است که با حمله به شمال شرق اوکراین یک منطقه حائل میان مناطق اشغالی و اوکراین ایجاد کند. روسیه با اشغال بخش‌هایی از خارکیف در ماه جاری میلادی بزرگترین پیشروی ارضی خود را در 18 ماه گذشته در اوکراین انجام داده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در نشستی با حضور برخی از رهبران و دیپلمات‌های کشورهای عربی در پکن وعده داد که کشورش کمک بیشتری به مردم نوار غزه کند. وی خواستار سازماندهی یک کنفرانس صلح برای حل مناقشه غزه شد. شی روز پنجشنبه 10 خرداد ماه در این نشست گفت جنگ نباید در این سرزمین تا ابد ادامه یابد. عدالت نباید برای همیشه غایب باشد. وی با یادآوری نیاز به راه حل دو دولتی تاکید کرد که پکن قاطعانه از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت می کند. مقامات پاکستان اعلام کردند که با شلیک نیروهای ایرانی 4 شهروند پاکستان در استان بلوچستان پاکستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته عمر جمالی معاون کمیسر منطقه واشوک در بلوچستان پاکستان، تیراندازی ها در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در منطقه واشوک صورت گرفت. همچنین نعیم عمرانی یکی دیگر از معاونان کمیسر منطقه واشوک گفت که مقامات پاکستان در حال بررسی این رخداد هستند تا دلیل تیراندازی ها مشخص شود. یاد گرشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم.
و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه ی خبرها جلب می کنم. دولت استرالیا روز پنجشنبه 10 خرداد ماه به شهروندان این کشور توصیه کرد که کماکان از سفر به ایران خودداری کنند، زیرا خطر زیادی وجود دارد که خودسرانه بازداشت یا دستگیر شوند. در این هشدار دولتی آدم ربایی به قصد باجگیری در ایران یک خطر توصیف شده است. دولت کامبرا همچنین به استرالیایی ها و دو تابعیتی هایی که اکنون در ایران هستند توصیه کرده که به طور جدی به فکر خروج از ایران باشند. استرالیا از مدتی پیش به شهروندان خود توصیه کرده بود که از سفر به ایران خودداری کنند و از دو تابعیتی ها هم خواسته بود که ایران را ترک کنند، اما توصیه تازه خود را در روز 10 خرداد ماه با توجه به بالا بودن تنش‌های منطقه‌ای تکرار کرده و بعید ندانسته که افزایش تنش در خاورمیانه به بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها، تغییر مسیرها و سایر اختلالات سفر منجر شود. مراسم یادبود ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف از شرکت در این مراسم خودداری کردند و عکس‌های منتشر شده نشان می‌دهند که سالن مجمع عمومی در زمان برگزاری این مراسم تقریباً خالی است. ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نوشت مجمع عمومی سازمان ملل در نخستین نشست خود بعد از کشته شدن رئیسی و هیئت همراهش به احترام آنها 1 دقیقه سکوت اعلام کرد. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی هم از تحریم مراسم از سوی واشنگتن خبر داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده فرانسه هم اعلام کرده بود که اقدام مشابهی خواهد کرد. سناتور کلر چاندلر رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور باید ادای احترام سازمان ملل به قصاب تهران را تحریم و محکوم کند. کمیته بریتانیا برای آزادی ایران امروز پنجشنبه 10 خرداد ماه خبر داد که بیش از 550 تن از نمایندگان دو پارلمان عوام و اعیان این کشور در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را از سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط رژیم ایران ابراز داشتند و خواستار شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی شدند. آنها با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در مورد تیراندازی عمدی نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به سوی معترضان
در تظاهرات سال 1401 نقض آشکار حقوق بشر به ویژه سرکوب زنان را محکوم کردند و خواستار پاسخگویی عاملان اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 به خاطر ارتکاب به جنایت علیه بشریت شدند. امضا کنندگان بیانیه با تاکید بر نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست‌های جنگ طالبانه آن خواستار اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و نیز برقراری تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی شدند. منابع آگاه به وبسایت سمافور اطلاع دادند که رابط مالی فرستاده ویژه پیشین دولت بایدن در امور ایران حداقل 12 سند طبقه بندی شده را به دستگاه‌های شخصی خود مانند تلفن همراه یا رایانه شخصی انتقال داده و احتمالاً این اسناد را با افرادی خارج از دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است. بر اساس این گزارش، این اسناد شامل یادداشت‌های حساس، غیر محرمانه و محرمانه از دیدار مقامات آمریکایی با مقامات ایرانی و همچنین واکنش دولت آمریکا به اعتراضات گسترده در جهان بعد از مرگ مهسا امینی بوده است. در اپریل سال گذشته، دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا مجوز امنیتی رابط مالی را به حالت تعلیق درآورد و او را به مرخصی بدون حقوق فرستاد. همچنین اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به FBI تحقیقاتی درباره سوء استفاده احتمالی رابط مالی از اسناد محرمانه را آغاز کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه 10 خرداد ماه از رژیم طالبان خواست که تغییر و تحول در کادر کنسولی در آن کشور را بر اساس کنوانسیون 1963 وین و مطابق روش‌های مرسوم بین‌المللی انجام بدهد. ناصر کنعانی سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس خبری گفت که درخواست طالبان برای تغییر کادر سرکنسولگری افغانستان در مشهد در دیدار 29 اردیبهشت ماه سال جاری میان امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه و سید رسول مستوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه مطرح شده است. او گفت به وزیر خارجه طالبان توضیح داده شد که تعیین و تغییر کارکنان در هر پست کنسولی از اختیارات دولت فرستنده است، اما آنها باید از راه‌های مرسوم به دولت پذیرنده معرفی شوند و بعد از اخذ موافقت دولت پذیرنده و دریافت روادید برای مأموریت تعریف شده وارد کشور پذیرنده شوند و در مأموریت مشخص شده به کار مشغول شوند. این در حالی است که عبدالجابر انصار در مقام سرکنسول حکومت پیشین افغانستان در مشهد کار می کند. اما گفته می شود که وزارت خارجه طالبان مولوی نصیر احمد حقانی معاون سفارت افغانستان در تهران را در مقام سرکنسول جدید مشهد معرفی کرده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه خبر داد که رضا خزائی، زندانی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج، در پی اعتراض به شرایط نامناسب زندان، در یک ویدیوی منتشر شده از داخل این زندان به سلول انفرادی منتقل شد. به نوشته هرانا، این زندانی در جمع گروهی از زندانیان محبوس در زندان قزل‌حصار به اجرای احکام پرشمار اعدام، شرایط نامناسب زندان و رفتار خشونت آمیز و توأم با ناسزای مأموران با زندانیان اعتراض کرده بود. بر اساس این گزارش، رضا خزائی که در حال گذراندن حکم 30 سال حبس به علت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار است، با ضرب و شتم به سلول انفرادی واحد 2 در این زندان منتقل شده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شماری از زندانیان از سخنان وی حمایت کرده بودند. پرونده رسیدگی به اتهامات آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش سراسری با صدور کیفرخواست به شعبه 103 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شد. رضا شفاخواه، وکیل آیدا شاکرمی، با اعلام این خبر گفت که موکلش در کیفرخواست به تمرد از مأموران و تشویق به فساد و فحشا متهم شده است. به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه رسیدگی به اتهامات آیدا شاکرمی روز 4 تیر ماه برگزار می شود. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین ماه در جریان دور تازه سرکوب مخالفان حجاب اجباری و اجرای طرح موسوم به نور نیروی انتظامی بازداشت شد. وی تا 4 اردیبهشت ماه نیز در بازداشت بود.
از ابتدای امسال تا روز 8 خرداد ماه 17 کولبر در مناطق مرزی ایران کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش منابع حقوق بشری، این تعداد کولبر کشته و زخمی تا 70 روز بالاترین میزان کشتار کولبران در 13 سال گذشته بوده است. آژانس خبری کردپا روز 9 خرداد ماه در گزارشی با اعلام این خبر نوشت بیشتر کولبران کشته شده در مرزهای بانه و نوسود جان خود را از دست دادند و 6 تن از جانباختگان کمتر از 18 سال سن داشتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده 2 موشک انداز در منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی را منهدم کردند. این سازمان در بیانیه‌اش اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 2 پهپاد حوثی‌ها را در مناطق تحت کنترلشان بر فراز دریای سرخ در روز چهارشنبه هم منهدم کردند. سنتکام افزود که حوثی‌ها 2 موشک ضد کشتی بر فراز دریای سرخ شلیک کردند که هیچ گونه آسیبی وارد نشده است. دانیال رشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضله سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم.
وال استریت ژورنال به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات ایلان ماسک را که در هفته های اخیر چند بار با هم گفتگو کردند به عنوان مشاور خود در امور سیاست گذاری منصوب کند. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، دونالد ترامپ و ایلان ماسک نخستین بار در اوایل ماه مارش در محل اقامت نلسون پلتس میلیاردر آمریکایی دیدار کردند و از آن زمان در چندین تماس تلفنی درباره موضوعات از جمله مهاجرت با هم گفتگو کردند. وال استریت ژورنال نوشته که دو طرف در این دیدارها درباره استفاده رسمی از نظرات ماسک که مالک و اداره کننده شبکه اجتماعی ایکس، شرکت فضایی اسپیس ایکس و شرکت خودروسازی و انرژی پاک تسلا با هم گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ماسک درباره کارزار فعال خود هم با ترامپ صحبت کرده، کارزاری که هدفش متقاعد کردن سرمایه‌داران و مدیران تجاری قدرتمند آمریکایی برای عدم حمایت از جو بایدن در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا است. بر اساس گزارش رسانه‌های هلند، در فرودگاه اسکیپول آمستردام فردی توسط یک هواپیمای جت که آماده پرواز بود به درون موتور کشیده شد و جان خود را از دست داد. شرکت هواپیمایی KLM هلند اعلام کرده که این هواپیما در حال برخاستن به مقصد بلوند در دانمارک بوده که این حادثه رخ داده است. این شرکت هواپیمایی هیچ اطلاعاتی در مورد فرد قربانی ارائه نکرده و معلوم نیست که فرد قربانی یک مسافر بوده یا کارمند فرودگاه. بسیاری از مسافران که شاهد وقوع این صحنه دلخراش و مرگبار بودند توسط اورژانس اجتماعی تحت مراقبت قرار گرفتند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.